سلام، شب بخیر، به برنامه خوش آمدید. حکومت سرپرست افغانستان در نشست ها اشتراک میکنند. این نشست ها چی سودی به حکومت سرپرست افغانستان و همچنان به مردم افغانستان دارد؟ چند پیش نشست سوم دوحه با پایان رسید. هیئت امارات اسلامی در آنجا شرکت کردند، با جامعه جهانی صحبت داشتند. بالاخره این نتیجه از این نشست به مردم افغانستان چی هست؟ در ضمن سرپرست وزارت اقتصاد در نشست همالیا در چین اشتراک کردند. روی کدام موارد با جهان صحبت میکنند؟ کیها در اینجا در نشست همالیا اشتراک کردند؟ جامعه جهانی و حکومت افغانستان با کدام موارد بحث میکنند؟ در این موارد بیشتر بحث میکنم در بخش نخست این برنامه. دکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، از طریق اسکایپ با ما وصل هستند. دکتر صاحب، بسیار تشکر که فرصت گذاشتن. با دیدگاه شما، اگر اول از نشست دوحه آغاز بکنیم، چی سودی با مردم افغانستان و با حکومت سرپرست افغانستان داشت این نشست که چند روز پیش به اتمام رسید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام دارم خدمت شما، مردم عزیز و نجیب افغانستان. ارتباط با پرسش شما باید بگویم که نشست دوحه دستاوردهای مهمی برای مردم افغانستان، برای امارت اسلامی در پی داشته. ما با جامعه جهانی و با تمامی نهادهای بین المللی به صورت مستقیم صحبت کردیم و دیدگاه های امارت اسلامی و مردم افغانستان با اونا شریک ساختیم و جامعه بین المللی واقعیت های افغانستان را از نزدیک درک کرده و تلاش صورت گرفت که این نشست ها در آینده بتانه تفاهم بیشتر در پی داشته باشه و ما به یک مخرج مشترک و مفاهیم مشترک دست پیدا بکنیم. و من فکر میکنم که عمدترین دستاورد بیان واقعیت های افغانستان و چشمانداز آینده افغانستان و همچنین مباحث مشترک اقتصادی و تجاری و ترانزیتی و ثبات و امنیت افغانستان و منطقه بود که در این نشست مورد توجه و تبادل نظر صورت گرفت. آیا این نشست یا نتیجهش به مردم افغانستان این است که در آینده نیز چنین نشست های به خاطر بهبود وضعیت افغانستان برگزار شود؟ بدون شک هر نشست میتونه آورده و نتیجه خاص خود داشته باشد. سیاست ما گفتگو با جامعه بین المللی هست. ما هیچ وقت مذاکره را رد نمی کنیم، بلکه روی مباحث اساسی و اصولی که جهان فکر میکنه باید با ما با عنوان واقعیت موجود و حکومت افغانستان گفتگو شود، از او همواره استقبال کردیم و در آینده هم استقبال میکنیم. اما برای ما آنچه مهم است که منافع ملی ما در نشست ها مورد توجه قرار بگیره، هیچ کشوری در پی مداخله نباشه، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی ما به رسمیت شناخته شود و ما با هویت خود و با ارزش های ملی، تاریخی و دینی خود بتانیم در این جغرافیا نفس بکشیم و خواستار تعامل و همکاری در تمامی زمینه ها و همچنین گفتگو با جامعه بین المللی هستیم. بنابراین این مهمترین مسئله هست که دیدگاه جامعه بین المللی نسبت به تحولات افغانستان درش تغییر ساختاری و ژرف ایجاد میشه و این میتونه در آینده نزدیک بحثی بر رسمیت شناسی ما را در پی داشته باشه و از سرگیری تمامی کمک ها را برای مردم افغانستان در پی داشته باشه. بنابراین این دستاورد کمی نیست، میتونه تحولات اقتصادی و سیاسی و امنیتی را در افغانستان و منطقه دچار تغییرات ژرف کند. دکتر صاحب، اما در چند کیلومتری همسایگی افغانستان امروز نشست در قزاقستان صورت گرفته و در مورد وضعیت افغانستان نیز بحث میشه، چون نشست شانگهای است. اما حکومت سرپرست افغانستان به او دعوت نشده. آیا فکر نمیکنین که تأثیر گذار بروی وضعیت افغانستان است که افغانستان اشتراک نمیکنه؟ خب ما همواره اعلام کردیم که خواستار تعامل با همسایگان، منطقه و جهان هستیم و سیاست ما هم سیاست تنش‌زدایی و اعتماد سازی هست. بنابراین اگر در یک نشست افغانستان حضور نداره، قطعا او میتونه پیامدهایی داشته باشه، ولی واقعیت مسئله است که از طرف ما هیچگاه رد نشده
حضور ما در این نشست ها و ما همواره تاکید کردیم که تمامی مسائل میتونیم از طریق گفتگو، از طریق دیپلماسی، از طریق چانه‌زنی و از طریق یافتن راه حل معقول و منطقی که منافع افغانستان و منطقه و جهان در اون هفته باشه مورد بحث و دقت نظر قرار بدیم. بنابراین اگر در یک نشست افغانستان غایب است و حضور نداره، من فکر میکنم او برمیگرده به برگزار کنندگان اون نشست، اما از طرف ما هیچ منعی برای مشارکت و حضور فعال در تمامی نشست ها وجود نداره، مشروط به این که منافع اولیا و مصالح اولیای ما مد نظر قرار بگیره و در اون صورت ما میتونیم با تمامی جوانب و جهت ها همونطور که اعلام کردیم سیاست متوازن را در پیش بگیریم و مبنای تحولات منطقه را بر معادلات اقتصادی و تجاری و ترانزیتی مد نظر قرار بدیم. اما جهان تا هنوز به اعتبار نرسیده که حکومت سرپرست افغانستان به نشست ها دعوت بکنه، جز نشست دوها، نشستی که امروز قزاقستان به رهبری کشورها برگزار شده و همسایه های افغانستان در اونجا اشتراک کردن، که دقیقا این نشست برای افغانستان و برای حکومت سرپرست افغانستان مهم دانسته میشه، دعوت نشده. یعنی به معنی از اینکه تا هنوز همسایه های افغانستان به این باور نرسیده که با حکومت سرپرست افغانستان تعامل بکنه. خیر، ما با همه کشورهای همسایه و کشورهای تاثیرگذار منطقه روابط گسترده و نیک داریم. نمایندگی های سیاسی ما فعال هست، دیپلمات های ما در اون کشورها فعالیت میکنن و در بیشتر این نشست ها ما دعوت شدیم و دعوت میشیم. بنابراین اگر در یک نشست افغانستان حضور نداره، به این معنا نیست که ما نتونستیم مشروعیت بین المللی را به دست بیاریم یا او اعتبار و اوتوریته و اقتدار ما با کسری روبرو شده، چون این نیست. ما تعامل گسترده اقتصادی و تجاری داریم، از جمله با کشوری که این نشست درش برگزار شده مناسبات گسترده اقتصادی و تجاری و ترانزیتی داریم و همچنان تاکید میکنیم که سیاست ما افزایش مبادلات و تعامل با همه هست. ما نمیخواهیم که افغانستان مثل گذشته ها مرکز جنگ های نیابتی باشد، مرکز تعارض ژئوپلیتیک میان قدرت‌های متخاصم باشه. ما می‌خواهیم بر مبنای منافع ملی، حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی خود به عنوان یک میشن استیت، به عنوان یک واحد سیاسی در جامعه بین‌المللی حضور پررنگ داشته باشیم و به عنوان یک دولت مسئول و پاسخگو در معادلات کلان منطقه‌ای، در ثبات منطقه، در شکوفایی اقتصادی منطقه با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک که ما داریم نقش مهم و تاثیرگذار ایفا بکنیم. فکر میکنید که جامعه جهانی، همسایه های افغانستان تا حال موقعیت جغرافیای افغانستان را درک کردن که چقدر به سودشان است که اگر رابط حسنه داشته باشند؟ بدون شک ثبات پایدار، توسعه پایدار و امنیت پایدار در افغانستان میتونه تامین کننده امنیت منطقه باشد. افغانستان همونطور که در ادبیات کلاسیک گفته میشد قلب آسیاست و امروزه هاردلند اوراسیا محسوب میشه، میتونه چون این نقش ایفا بکنه و همه کشورها به این نقش و به این موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ما واقف هستند. پروژه های کاسا 1000، پروژه های تاپی باید از همین جغرافیا عبور بکنه و ما مرکز اتصال منطقه هستیم. ما میتونیم در اتصال منطقه، در شکوفایی اقتصادی منطقه، در ارتقای موقعیت اقتصادی منطقه نقش ایفا بکنیم. بنابراین افغانستان دروازه گشایش سیاست های اقتصادی و تجاری به طرف اوراسیا است، به طرف غرب آسیا و خاورمیانه است و همچنین نقطه اتصال جنوب آسیا و آسیای مرکزی است و این موقعیت ما را هیچ قدرتی نمیتونه انکار بکنه. ما تلاش میکنیم که این موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک را به ژئواستراتژیک تبدیل بکنیم و همه قدرت ها به روابط خود، به تعامل خود، به افزایش مناسبات خود با افغانستان احساس نیازمندی داشته باشد و خوشبختانه هر چی زمان سپری میشه ما به امو طرف در حال حرکت هستیم و امروزه مناسبات ما با کشورهای مختلف، حتی کشورهایی که تعارض منافع دارن در منطقه، روابط گسترده داریم و امیدواری ما است که این واقعیت ها به زودی از سوی قدرت‌های غربی هم به رسمیت شناخته شود، درک شود و افغانستان با تمامی قدرت ها وارد یک فصل جدید در مناسبات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری شود. دقیق.
دکتر صاحب، در نشست در مورد نشست همالیا اگر صحبت بکنیم، چون سرپرست وزارت اقتصاد در حال حاضر در اونجا اشتراک کردن، در مورد چی سخنرانی میشه و در مورد چی برگزار شده؟ خب نشست همالیا هر ساله برگزار میشه در ارتباط با موضوعات منطقه‌ای که افغانستان هم با توجه به اینکه عضو جامعه بین المللی هست و ما در عصر جهانی شدن و دهکده واحد جهانی به سر میبریم، میتونه از او روندها متاثر شود. بحث محیط زیست هست که برای همه کشورهای منطقه مهم هست و بحث توسعه پایدار هست، بحث همکاری های اقتصادی و تجاری هست و همینطور ثبات و امنیت منطقه که میتونه تمامی روندها را تحت تاثیر قرار بده. با توجه به اینکه افغانستان در یک شرایط خاص به سر میبره، نشستی که در همالیا برگزار شده با توجه به اینکه از امارت اسلامی وزیر محترم اقتصاد در اونجا حضور داره، میتونه منافع کلان اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی و امنیتی برای ما در پی داشته باشه. ما میتونیم دیدگاه کشورها را نسبت به تحولات افغانستان جلب و جذب بکنیم، زمینه های سرمایه گذاری را در افغانستان فراهم بسازیم و سرمایه گذاران کشورهای مختلف تشویق کنیم که با توجه به امنیت سراسری که در افغانستان وجود دارد، با توجه به اینکه فساد در افغانستان وجود ندارد، با توجه به اینکه بوروکراسی مزمن و پیچیده و فسادزا در افغانستان از بین رفته، ما تسهیلات برای سرمایه گذاران فراهم کردیم، میتونن اینا در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشند و با واقعیت های افغانستان از نزدیک آشنا شوند. بنابراین هیئت امارت اسلامی بیشتر در این راستا تلاش خواهد کرد و دیدگاه افغانستان نسبت به تحولات منطقه، مسائل کلان بین الملل و همچنین جلب و جذب سرمایه گذاری در داخل کشور معطوف خواهد ساخت و این میتونه یک دستاورد دیگه ای برای امارت اسلامی باشد که در او روان هم نقش فعال و تاثیرگذار خود داشته باشد. تشکر. وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدید دکتر صاحب. اما کشورها همیشه از حکومت سرپرست افغانستان خواستای داشتن، مانند اینکه رئیس جمهور پاکستان و همچنان نخست رئیس جمهور تاجکستان در مورد حکومت همشمول در افغانستان دوباره بحث و گفتگو کردن و گفتن این یک نیاز است که در افغانستان یک حکومت همشمول ساخته شد و همچنان در هر نشسته که حکومت سرپرست افغانستان بوده یا نبوده، اما موضوع افغانستان در اونجا مطرح شده، همین مسئله حکومت همشمول بحث شده. دیدگاه شما؟ خب ببینید، بحث حکومت همشمول ارتباط ارگانیک و دینامیک پیدا میکنه با تحولات داخلی افغانستان. کشورها میتونن نظریات خود داشته باشه، ولی آنچه که به ما مربوط میشه، سیاست خارجی ما بر حسن همجواری، اعتماد سازی و تنش زدایی با کشورها استوار هست و در عین زمان احترام به حاکمیت ملی کشورها و بالعکس این مطالبه را از تمامی کشورها داریم. ما به هیچ کشور اجازه نخواهیم داد که در امور داخلی ما مداخله داشته باشه. موضوع حکومت همشمول بحث داخلی ماست، اما طور که ما برای هیچ کشور همسایه خود تذکر نمیدیم که در امور داخلی خود چطور روند حکمرانی را پیاده بکنه و چی کسانی در کابینه از اونها حضور داشته باشه، قطعا این فهم و درک باید در کشورهای دیگه هم وجود داشته باشه که به مباحث داخلی ما اینا مداخله نداشته باشه. بدون شک ما با مردم خود سعی میکنیم در تمامی موارد مشاوره و مشوره داشته باشیم و نیازهای مردم خود در نظر میگیریم، اما طور که در پروژه های کلان اقتصادی منافع مردم ما برای ما مهم هست، در فرآیندهای سیاسی و تجاری و ترانزیتی و سیاست خارجی هم برای ما مهم است که منافع حیاتی افغانستان تحت تاثیر قدرت‌های ژئوپلیتیک قرار نگیرد. ما برای اولین بار می‌خواهیم که این درک در تمامی کشورهای همسایه و منطقه و جهان به وجود بیاریم که افغانستان یک کشور مستقل و آزاد است، حاکمیت ملی خود دارد، هویت ملی خود دارد، بنابراین هیچ کشوری نباید برای خود اجازه بده که در امور داخلی ما مداخله داشته باشد. بحث حکومت همشمول هم در امیر راستا میتونه قابل تحلیل و ارزیابی و سنجش درست باشه. اما این رهبران دو کشور تاکید کرد که صلح و ثبات در افغانستان یک نیاز اساسی است. فکر میکنین معنای این حرف چی است؟ آیا در افغانستان صلح و ثبات در حال حاضر به دیدگاه از اونا وجود نداره؟
ثبات و امنیتی که در افغانستان در حال حاضر وجود داره بی نظیر و کم نظیر است در سطح منطقه. او کشورهایی که توصیه میکنه به این که ثبات و امنیت نیاز افغانستان است، من فکر میکنم خوب است که متوجه مسائل داخلی خود باشه. مردم افغانستان تصمیم خود گرفته، میخواهد برادروار زندگی بکنه، حاکمیت ملی خود داشته باشه، یک کشور مستقل و آزاد باشه، به هیچ کشور مداخله نکنه و به هیچ کشور اجازه نده که در امور داخلی ما مداخله داشته باشه. ما منافع ملی خود را بیش از هر کشور تشخیص میدیم و تلاش میکنیم که در واقع پروژه های کلان اقتصادی در افغانستان مورد توجه قرار بگیره. بازسازی و نوسازی افغانستان برای ما مهم است. امنیت و ثبات پایدار در کشور ما برای ما یک اصل محوری و کلیدی هست. بنابراین اینا مباحثی هست که زمامداران ما و حاکمیت ما توجه و اهتمام نظر خاص و ویژه داره و همین منظور است که هر کشوری که در این راستا بیش از حد و اندازه توصیه بکنه، ما او را مداخله در امور داخلی خود تلقی میکنیم و قطعا تذکر دیپلماتیک هم به اونا داده خواهد شد. ما میخواهیم که استقلال سیاسی ما از سوی تمام این کشورها به رسمیت شناخته شود. ما یک کشور با تاریخی در واقع پرشکو و تاریخ تمدن چند هزار ساله هستیم. بنابراین اما کشورها اما کشورهایی که تاریخ کمتر از امروز افغانستان دارند همواره در این مورد بحث میکنند. در دوحه نیز هر دو کشور، هم تاجیکستان و هم افغانستان، در مورد امنیت افغانستان ابراز نظر کردند و تاکید بر ازمی شد. چه فکر میکنین چرا هر دو کشور نگران است؟ خب ممکنه کشورها به دنبال توسعه نفوذ در داخل افغانستان باشه. متاسفانه باید بگویم که طی چند سال بحرانی که در افغانستان وجود داشته، همواره افغانستان بستر مداخلات خارجی بوده و بخش عمده ای از بحرانهای افغانستان به خاطر مداخله خارجی بوده، به خاطر اینکه کشورها برای خود اجازه میدادند از گروه خاصی در افغانستان حمایت بکنه و از او طریق اهداف و مقاصد سیاسی خود دنبال بکنه. ولی باور من است که دیگه او زمان سپری شده. افغانستان در حال حاضر یک کشور مستقل هست و به هیچ کشور همسایه خود چشم داشت هم ندارد. ما نمیخواهیم که خدای نخواسته به ثباتی در یک کشور همسایه ما مورد توجه قرار بگیره. به همین دلیل که امارت اسلامی بارها تاکید کرده که از افغانستان هیچ کشوری ثبات و امنیتش به خطر نمیفته و طبعا همین تقاضا را ما از کشورهای دیگه داریم که در امور داخلی ما مداخله نکنه. ما هر بحثی که داشته باشیم، خود ما میتونیم با کنشگران سیاسی خود در یک نشست مشترک با او رای حل پیدا بکنیم و منافع ملی کشور ما، منافع حیاتی کشور ما برای ما خط سرخ است مانند سایر کشورها. امیدوار هستم که این درک به صورت عمیق‌تر و دقیق‌تر در کشورهای دیگه به وجود بیاید. اما تا هنوز چرا در 3 سال این فضا میان حکومت سرپرست افغانستان و کشورهای همسایه افغانستان با وجود نامده که حکومت سرپرست افغانستان اجازه نمیده در امور داخلی افغانستان هیچ کشور مداخله بکنه، اما این باور تا هنوز کشورها ندارن؟ ما بعد از اینکه امارت اسلامی کشور فتح کرد تا می لحظه ای که صحبت میکنیم به هیچ کشوری، چی همسایه، چی منطقه، چی قدرت های بزرگ، اجازه ندادیم که در امور داخلی ما مداخله داشته باشه. به همین دلیل که اگر برخی تنش های دیپلماتیک وجود داره، ما تلاش میکنیم که از مجاری رسمی و از مجاری بین المللی و با توجه به صبر استراتژی که ما برش راه حل پیدا شود. اما شما شاهد بودیم که اولین پیامی که از افغانستان بعد از فتح کشور توسط امارت اسلامی به کشورهای همسایه ما منتقل شد این بود که تمامیت ارضی برای ما خط سرخ است، حاکمیت ملی برای ما خط سرخ است. ما به هیچ کشور اجازه نمیدیم که یک وجب خاک ما را تحت مداخلات و تهاجم خود قرار بده. و شما بارها شاهد بودین که مجاهدین امارت اسلامی با تمام توان و امکانات از تمامیت ارضی ما، از نقاط مرزی ما پاسداری و صیانت کرد و در این راستا البته ما قربانی هم دادیم. اما آنچه که مهم است که غرور و اعتبار و صلابت و هیمنه افغانستان باید حفظ شود و پرستیژ و اعتبار ما باید در مسائل کلان منطقه‌ای مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره. و خوشبختانه در حال حاضر که ما صحبت میکنیم، ما با تمامی کشورهای همسایه خود روابط خوب و نیک
همراه با احترام متقابل و حکومت اما کشورها نگران است. شما همواره حکومت سرپرست افغانستان تاکید بر از میکرد که با همه کشورها تعامل میخواین و با ویژه کشورهای همسایه افغانستان، اما همین همسایه ها تا هنوز گلوگذاری داره از افغانستان. بسیاری از همسایه های ما امنیت ما را تحسین کرده و در نشست های مختلف که ما داریم حتی از پیشرفت های اقتصادی ما تقدیر کرده. شما میدانید که ما نرخ تورم را چطور در کشور خود به یک سامان رساندیم که امروزه به عنوان یک گلگو میتونه برای همسایه های ما مطرح باشه. ما چطور تانستیم امنیت را در سراسر کشور برگردانیم؟ ما چطور تانستیم برخی گروه هایی که مخل امنیت منطقه بود اونا را در افغانستان سرکوب و ریشکن بسازیم و کشورهای منطقه واقعیت ها را درک کرده؟ بنابراین ما در توسعه صادرات، در جمع‌آوری مالیات، در پروژه های اقتصادی و همچنین در بازسازی شاهراها و سرکهای افغانستان به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کردیم و همینطور در حفظ ثبات پول ملی خود، در کنترل قیمت‌ها. اینا دستاوردهای ماست که کشورهای همسایه می‌دانند و می دلیل که کشورهای همسایه اما کشورهای همسایه تا هنوز دیپلماتیک با ما ارتباط دارند. اما کشورهای همسایه افغانستان تا همین امروز از عملیات نظامی در خاک افغانستان حرف می‌زنند. خب واقعیت مسئله است که اولا سیاست خارجی ما، من باز تاکید میکنم، بر مبنای تنش‌زدایی و اعتمادسازی با همسایگان استوار است. درک ما است که ما در یک جغرافیای ژئوپلیتیک منطقه زندگی میکنیم. منافع افغانستان و همسایگان در این منطقه مشترک است، تهدیدات مشترک ما داریم. بنابراین تلاش ما از مجاری دیپلماتیکی است که ما این درک در سایر کشورها هم به وجود بیاریم. اما بدون شک افغانستان بر سر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و مسائل امنیت ملی خود با هیچ کشور نه تعارف داره نه مماشات داره، اما اصل اولی ما بر حسن همجواری با همسایگان استوار است. اما دوباره تاکید میکنم که کشورها به این باور تا هنوز نرسیده که پالیسی افغانستان اقتصاد محور است که همواره تاکید شده. سیاست خارجی افغانستان روابط حسنه با کشورهاست. خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمیشه. این حرف هاست که همواره شما و حکومت سرپرست افغانستان با کشورها گفتین، تاکید کردین و در هر نشست همراهشان بحث کردین، اما همین کشورها با این حرف های شما باور نمیکنن. حتی کشور همسایه افغانستان در نزدیکی یک قدمی افغانستان تهدید میکنه که در خاک افغانستان عملیات نظامی میکنن. چگونه می شود که قناعت داد بر کشورهای همسایه که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور نیست، اقتصاد افغانستان به نفع کشورهای همسایه است، یا اقتصاد افغانستان نفعش به همسایه ها می رسه؟ ما در عمل ثابت کردیم که افغانستان تهدیدی برای هیچ همسایه نیست. قوت افغانستان، وحدت ملی در افغانستان، یک افغانستان آزاد و آباد و مستقل و توسعه یافته و مرفع و قوی میتونه به نفع امنیت و ثبات منطقه باشه. اما این که خب مشکلات داخلی در کشورهای همسایه ما وجود داره و ارتباطی به افغانستان پیدا نمیکنه، امیدوار هستم که با عقلانیت کشورها روابط خود با افغانستان مهندسی بکنه، از نو مورد بازبینی قرار بده. تحول جدید در افغانستان شکل گرفته که همچنان من تاکید میکنم خواستار تنش با هیچ کشور همسایه نیست، با جهان نیست. تشکر. ما میخواهیم فصل جدید در روابط ما و جهان و کشورهای همسایه و منطقه به وجود بیاید که در او هم افغانستان نفع ببره و هم کشورهای همسایه. یعنی سیاست ما سیاست برد برد است. ما نمیخواهیم که سیاست برد باخت را با کشورها در دستور کار خود قرار بدیم. بسیار زیاد تشکر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، که فرصت گذاشته. سلامت باشید. وقفه کوتاه. به بخش دوم برنامه خوش آمدین. در این بخش با عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه، در مورد نشستات صحبت میکنیم. سفیر صاحب بسیار زیاد تشکر که فرصت گذاشتین. خیلی کوتاه در مورد نشست دوحه از شما میشنویم که چگونه ارزیابی کردین نشست دوحه که دور از پشت درهای بسته برگزار شد ولی جزئیاتش در رسانه ها نشر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر، سلام به شما، به هیس، به همکارانتون و به بیننده های نهایت عزیز در داخل و خارج کشور. قسمی که همه می دانستن،
البته نشست سوم دوحه برای تقریبا 1.5 روز یک بخش رسمی خود داشت، یعنی که در او بخش حکومت ها سهم می گرفتن و از نمایندای حکومت سرپرست افغانستان هم دعوت شده بود تا سهم بگیرن و شما داستان همه خبر داریم که در دوحه دو چی هر چی گپی شد و باز چی تلاش های بخش داده شد تا در دوحه سه تا حدی که امکان داره البته سهمگیری وسیع تر باشه و موضوعات مشخص تر باشه و صحبت ها هم تا حدی که امکان داره بر بنیاد چیزی که قطعنامه 2021 شورای امنیت ملل متحد ایجاب میکنه یک اندازه اعتماد سازی صورت بگیره و به موضوعات مهمی که به مردم افغانستان ارتباط میگیره پرداخته شود. در عین زمان سوال بسیار بزرگی وجود داشت که آیا در این نشست، در حاشی از این نشست، کدام سهمگیری سایر افغان ها هم امکان پذیر است یا خیر؟ آیا میشه که در داخل چوکات نشست رسمی هم باز افغان ها شرکت کنن یا خیر؟ و بعضا معلوم شد که باز رایزنی های زیادی که صورت گرفته بود بین ملل متحد، مقامات افغانستان، باز کشورها و باز نهادها، معلوم شد که امکان از این که افغان ها در نشست اصلی و یا رسمی سهم بگیرن، خواه جامعه مدنی باشه، خواه از سکتور خصوصی باشه، خواه نمایندای فرض کنیم اقشار یا گروه های سیاسی باشه، امکان پذیر نیست و باعث از این میشه که کاملا تمام روند با یک بنبست بزرگ روبرو شود. لحاظا برای از این که بنبست بشکنند، اینا تصمیم گرفتن تا در حاشیه یک نشست دومی دایر شود که در او یک ایده از چند نفری از افغانهایی که فعال هستند، افغانهایی که در داخل افغانستان مخصوصا فعالیت دارند و جز جامعه مدنی امروز شناخته میشن، به جمع یکی دو نفری از خارج بتانند که با جامعه بین‌المللی دیداری داشته باشند و یک تبادل نظر وسیع داشته باشند با البته شرکت خود ملل متحد و کشورهایی که علاقمند بودند. و این کار به این شکل صورت گرفت. برایندش بر دیدگاه شما چی بود به مردم افغانستان؟ چون همواره تاکید شد از سکتور خصوصی افغانستان حمایت صورت گرفت و گفتن که محدودیت هایی که در بخش سکتور خصوصی و اقتصاد افغانستان وجود داره در اون موارد هم صحبت های صورت گرفت و تعامل راه آینده انتخاب شد. فکر میکنین به معنی چیز مردم افغانستان خوشنود برای چی باشن؟ مردم افغانستان خوشنود به این باشن. البته اینجا موضوعی نیست که در یک جلسه تمام مشکلات حل شود. هیچ وقت این توقع را نباید داشت. ما باید توقعات خود را تو اندازه جنبه عملی بپوشانیم، یعنی توقع بیشتر از چیزی که امکان پذیر است نداشته باشیم. ببینید مشکل افغانستان چند بعدی است، خود ما شما میدانیم. در یک جلسه چند نماینده خاص مشکل افغانستان حل نمیشه. لحاظا مشکل افغانستان به یک پروسه ضرورت داره. مردم افغانستان باید بدانند و این ملل متحد بسیار واضح هم گفت که امی پروسه حالا آغاز شده و امیدواری دیگه است که در این پروسه به مرور زمان نه تنها که نمایندگی از طرف اقشار مردم افغانستان باید وسیع تر شود، سهمگیری بیشتر شود، بلکه کشورهایی که با هم در تضاد هستند، کشورهایی که نظریاتشون در ارتباط با افغانستان یکسان نیست، اینا هم باید به طرف یک اجماع حرکت کنند. ببینید نه تنها که ما افغان ها در بین ما اختلافات زیاد وجود داره و این ضرورت به کار داره، ضرورت به میانجیگری داره، ضرورت به دیالوگ داره، ضرورت به گفت و شنود داره، در امکان داره که چند یک مدت طولانی رو در بر بگیره، بلکه در همسایگی ما هم اختلافات نظر وجود داره و در جامعه بین‌المللی خب بیشتر وجود داره. لذا اگر ما میخواهیم که مشکلات ما راه حل اساسی پیدا بکنه، با او مشکل هم که میگه مشکلات است که مربوط از یک طرف مردم افغانستان میشه، از طرف دیگه ایجاب میکنه که جامعه جهانی در اونجا باعث همکار یک کمک مثبت داشته باشه. یعنی به دیدگاه شما سفیر صاحب که روند دوحه یک پروسه است و ادامه پیدا میکنه؟ بله، به کلی یک روند است که البته چالش های زیادی روبرو است. از طرف دیگه یک روندی است که طولانی خواهد بود، یک روندی است که به بسیار حوصله و تو اندازه زیاد تفکر و تدبیر ضرورت داره،
یک روندی است که بالاخره باید تا اندازه‌ای که امکان داره همه شمول شود، روندی است که همه اجزای جامعه افغانستان باید در بر بگیره بالاخره، ولی ما این توقع را نداشته باشیم که امین حال دفعتن این کار صورت گرفته میتونه. یک کشوری که 45 سال جنگ و منازعه را گذشتانده، یک کشوری که چندین بار مورد تجاوز قرار گرفته، یک کشوری که چندین میلیون از اتباعی از او هنوز هم مهاجر هستند و هنوز هم در حالت فقر و بیچارگی زندگی میکنند، یک کشوری که بالاخره یک اندازه ثبات کسب کرده، آرامش کسب کرده، اما مشروعیت کامل و مشروعیتی که لازم است کسب نکرده، شناسایی بین‌المللی کسب نکرده، مشکلات داخلی اقتصادی زیاد داره و به دهها مشکل دیگه و چالش دیگه که وجود داره. لحاظا ما قدم به قدم باید به پیش بریم و ایر ملل متحد و بسیاری از کشورهایی که دور میز بودن درک کردن و فکر میکنم که ای خودش یک دستاورد بوده، میتونه که انوز هم علاقمند هستن که به مشکلات افغانستان بپردازن. فکر میکنین که افغانستان تا هنوز هم برای جهانیان خط اول است و مهم است از همه چیز کرده؟ نه خیر، ای فراموش شده؟ تفکرم میکنم باید بدور بکنیم از خود. یک زمانی بود که ما خود نازدانی جهان میدانستیم و توجه جهان به طرف ما بسیار زیاد بود، به حدی بود که میلیاردها دلار بالای ما مصرف میشد. این که چطور مصرف شد و چی نتیجه داد و یک بحث جداگانه است، ولی نخیر، من فکر میکنم که در جهان اولویت ها تغییر کرده، استراتژی ها تغییر کرده، موقف گیری ها تغییر کرده و افغانستان در خط اول قرار نداره. اما افغانستان یک کشور عایز اهمیت است. جغرافیای افغانستان یک جغرافیای سوق الجیشی است، یک جغرافیایی است که هم در تاریخ به نفع افغانستان تمام شده و هم به ضررش تمام شده. لحاظ ما افغان ها این موضوعات باید مد نظر بگیریم، شرایط خود باید مد نظر بگیریم، واقعیت ها را باید مد نظر بگیریم و کاری نکنیم، فکری نکنیم که دور از حقیقت باشه، دور از امکانات باشه. لحاظ در حیطه امکانات چیزی را که به نفع کشور است و چیزی که به نفع مردم است، با وحدت نظر من فکر میکنم تا حدی که امکان داره صفوف وحدت ملی رو قوی بسازیم و برای رفاه مردم و برای معلومدار احیای حقوق اساسی مردم، که یک موضوع بسیار مهم است که دوها مطرح شد، ما باید کار بکنیم، ولی کار باید به شرط بکنیم که از طریق صحبت باشه، از طریق دیالوگ باشه، از طریق گفتمان باشه، نه از طریق جنگ و دوباره پس دوباره کشتار یکی دیگر و یا دامن زدن به جنگ های داخلی و یا آلی دست و ابزار جنگ های نیابتی دیگر شدید. سفیر صاحب، شما از وحدت صحبت کردین. دقیقا دیروز من با سبیل الله مجاهدم که صحبت کردم در برنامه، تاکید بر همین داشت که وحدت در افغانستان حفظ شود. فکر میکنین که افغانستان در نشست هایی که اشتراک میکنن چی رقم بتانه یک هیئت از خود داشته باشند؟ سیاسون، حکومت، جامعه مدنی، همه دور یک میز از یک آدرس در برابر جامعه جهانی صحبت بکنن. هدف امی باید باشن. ببینین، من فکر میکنم همه ما باید اینو درک کنیم که یک نفر، یک گروه، یک سمت، یک طرف نمیتونه که از همه نمایندگی کنه. لحاظا امروز حتی من فکر میکنم که امی حاکمیت فعلی که است و در دوحه اون سهم گرفتن برای زی که حرف خود بزنن و حرف دیگران رو بشنون. 25 کشور در اونجا با اینا حرف زد، تمام موقف گیری های خود واضحا ابراز کردن. تنها موضوع بانک و موضوع اقتصاد و موضوع فرض کنیم مواد مخدر نبود، بسیار موضوعات دیگه در اونجا مطرح شد. در نشستی که ما جامعه مدنی و یا کسانی که در او بخش دوم سهم داشتنم، تنها موضوعات مربوط به آجندای اولی نبود. حقوق زن، حقوق دخترای افغانستان، موضوعات حقوق بشر، موضوعات آینده کشور، موضوع تعامل مثبت، تعامل که نتیجه داشته باشد، سر از اینا همیش حرف زده شد و کشورها هم در اونجا نظر خود ارائه کردند. لذا به نظر من بله، ما باید هدف قرار بدیم که یک هیئت ملی داشته باشیم یک روزی، خدا کنه که به اون مرحله برسیم، ولی از اون مرحله به دور هستیم. ما قسمی که گفتم قدم های ابتدایی پس گذاشته باید شود برای از اینکه ما ملت شویم، برای از اینکه یک دولت شویم و دولت بتونه نمایندگی از همه اقشار بکنه. بله، امروز یک حاکمیت وجود داره،
ولی هر قدر این حاکمیت قوی شوه، هر قدر تقویه شوه، هر قدر که این حاکمیت شکل مردمی بگیره، هر قدر که در این مفکوره ها و دیدگاه های زن و مرد افغانستان انعکاس پیدا بکنه و به مو اندازه به مو شکلی که حتی در چوکات اسلامی آمده، در چوکات عنانات اسلامی افغانی ما آمده، در این چوکات تا اندازه که امکان داره ما بتوانیم که به طرف یک وحدت نظر و یک حکومت ممثل و یک دولتی که بتانه از همه نمایندگی بکنه حرکت کنیم، به مو اندازه بهتر خواهد بود. ولی ای ایجاب کار بسیار زیاد میکنه و به این خاطر است که امی پروسه برای افتاده تا ما بتونیم که به مو هدف برسیم انشاءالله. تشکر. وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدید. سفیر صاحب، شما اشاره داشتین در نشست سوم دوحه، نشستی که میان سازمان ملل متحد و جامعه مدنی افغانستان برگزار شده بود، کیها بودن و اجندا مشخصا در مورد چی بود؟ سوال خوب است. ما متاسفانه که بنابر تصمیمی که گرفته شده بود از قبل، خودم شخصا نمیتونم که اسامی و نامها را فهرست بتون برای شما، ما از خود میتونم یادآور شوم و خود معرفی بکنم، ولی این کار ملل متحد است که اسامی را اونا باید به سمع مردم برسانند. ولی اینو گفتم، میتونم که 7 نفر سهم گرفته بودند، از جمله 5 نفر بانوان و خانوما بودند و اکثریت کسانی هستند که در داخل افغانستان فعالیت دارند، مربوط نهادهای مدنی و فعالیت‌های مختلف هستند، به شمول یکی از کسایی که در سکتور خصوصی بود، و اینا کسانی هستند که از عرصه‌های مختلف در عرصه‌های مختلف کار کردن و کار می‌کنند، به شمول کسانی که در عرصه اکادمیک بودن و هنوزم کار میکنن و موضوعات مربوط به حقوق، موضوعات مربوط به فعالیت های مدنی، موضوعات مربوط به دیالوگ ها و تعاملات، موضوعات مربوط به قسم گفتم سکتور خصوصی و کسانی که اینا در ارتباط با موضوعات حقوق زن هم کار کردن و کار میکنن در این نشست سهم گرفتن. در حدود 15 کشور فرصت ازیده پیدا کردن که در این نشست سهم بگیرن و تقریبا 3 ساعت دوام کرد و بسیار به نظر من پر محتوا بود، با ارزش بود، حرفهای بسیار واضح و بدون جبهگیری های سیاسی یا قومی اینا صورت گرفت. شما در اون جلسه حضور داشتین و حتما کسانی هم از افغانستان دوها آمده بودند در این نشست اشتراک کردن، تصویر یک افغانستان را به نمایش گذاشتن. چه فکر میکنین چی تصمیم گرفته شد؟ برایند این نشست چی بود؟ چون 1.5 روز که نشست به گفته شما صورت گرفت، اونجا تعامل، حمایت از سکتور خصوصی چیزایی بود که به گفته ذبیح الله مجاهد که در رأس هیئت بود، این نتیجهش بود. نتیجه‌ای که با جامعه مدنی نشست برگزار شد چی بود؟ نتیجه ای بود که نقش جامعه مدنی نقش مهم است، باید دوام بکنه، باید تعامل با جامعه مدنی افغانستان وسیع‌تر صورت بگیره، مخصوصا با کسانی که در داخل افغانستان فعالیت دارن، همچنان با کسانی که در خارج از افغانستان به تعامل عقیده‌مند هستند، به تعاملی که به نفع مردم باشه، و در عین زمان این روند باید وسیع وسعت پیدا بکنه، باید در این اجزای دیگه هم داخل شوه، به مرور زمان اینا بتانند که بین خودم بنشینند و با جامعه بین المللی هم بنشینند و برای بالای موضوعات مشخص باید رایزنی صورت بگیره، تحلیل صورت بگیره، صحبت صورت بگیره و بالاخره یک سلسله راه حلی را باید سراغ کرد برای ازی که به مشکلات مردم افغانستان رسیدگی صورت بگیره. لحاظا یک چیزی که در اینجا تصمیم گرفته شده میست که بهتر ایست که در عوض ازی که در بالای کلیات گپ زده شوه، بالای کارهای مشخص در سکتورهای مشخص توجه صورت بگیره و دیده شود که جامعه بین‌المللی تا چی اندازه میتونه کمک بکنه. مثلا یکی از
خواسته ها در اونجا امی بود که موضوع مایکروفایننس به نفع زنان افغانستان است و هر قدر تمویل بخش ها و سکتور هایی که از طریق مایکروفایننس به مردم رسیدگی دارند، نه تنها در شهرها بلکه در ولایات و در ولسوالی ها، از این طریق مثلا به زنا و خانم هایی که بی بضاعت هستند و یا اونا ضرورت به کار دارند و درآمد دارند باید رسیدگی صورت بگیره و مایکروفایننس در چوکات اسلامی مثلا میتونه که ممت واقع شود و از این طریق به مردم رسیدگی صورت بگیره. یک موضوع دیگه در ارتباط با سکتور شما بود، سکتور مطبوعات و رسانه‌ای. در این قسمت هم گزارش هایی داده شد عملا در افغانستان چی صورت میگیره، ممانعت ها در کجا است، مشکلات و چالش ها در کجا است و چطور میشه که این چالش ها را رفع کرد از طریق گفتمان، از طریق مذاکره، از طریق صحبت. و در اینجا بسیار مثال های زنده داده شد که مشکل در کجاست، چی کارها صورت گرفته و کدام مشکلات حل شده، راه حل پیدا کرده و کدام مشکلاتی است که هنوز هم پا برجاست که سر ازی باید کار کرد و جامعه بین‌المللی مثلا در این قسمت آیا کدام مداخله مثبت کرده میتونه یا خیر، یا ای که افغان‌ها خودشان چی کار کرده میتونن تا این موانع سر را بردارن. این یک دو مثال زنده بود که من به شما دادم. تشکر. در پهلوی این همه رئیس جمهور تاجیکستان و همچنان صدر اعظم پاکستان در مورد یک مشارکت سیاسی یا به گفته آنان حکومت همه شمول در افغانستان صحبت شده، چه فکر میکنین کشورها دنبال چیز؟ کشورها دنبال چیزی هستند که در این تقریبا 3 سال گذشته بودن به این سر. ما شما این حرفا را چند بار شنیدیم، بار اول نیست که کشورهای همسایه و کشورهای فرامنطقه ما شما از فرمولهای مختلف یاد میکنند، چیزی که اونا لازم میبینند که در افغانستان برایش غور صورت بگیره و پیشنهادات خود ارائه میکنند. این موضوع حکومت فراگیر موضوع نو نیست، یک موضوعی است که تابال بارها مطرح شده، اشکال مختلف داره، هر حکومت از خود او را به یک شکل مطرح میسازه که معلومدار به نفع خود میدانه او را. در افغانستان تا ما شما میدانیم که حکومت سرپرست فعلی هم موقف خود داره در این قسمت و فکر میکنه که این مشکل حل شده و این مشکل یک موضوع داخلی است و نباید که کشورهای دیگر در این موضوعات دخالت بکنن. ولی مهمی است که بدانیم که نظر مردم افغانستان در مجموع چی است در این قسمت و راه حل بهتری اگر وجود داشته باشه او چی خواهد بود. یعنی این موضوع در 3 سال حذف نشد، از بین نرفت، هنوز مطرح است. یقینا که اینا اولی در نشست سران شانگهای هم من یقین دارم که باز هم مطرح خواهد شد و قسمی که در گذشته از طرف اما باورها دیگه چیز است. باورها سفیر صاحب این است که بعد حکومت سرپرست افغانستان گفتن کشورها تا هنوز تعریف مشخص از حکومت همه شمول برایشان داده نشده که چیگونه یک حکومت، و همچنان گفته های وجود دارد که کشورها می خواهند که حلقات خود در حکومت افغانستان جا به جا بسازند. شما به چی باور هستید؟ خب ای از نقطه نظر قوانین بین المللی اصول حکومت داری کار درست نیست که یک حکومت خارجی بخواهد که حلقات مربوط به خود در چوکات یک حکومت ملی یک کشور دخیل بسازه و یا ای که کدام فهرست را تهیه بکنه که اینی اشخاص دلخواه ما باید در حکومت شما جا داشته باشند. این کار از هیچ نقطه نظر قابل قبول نیست و نباید باشه و هیچ کشور ایره قبول نمیکنه. ضد منافع کشور است و ضد هم حاکمیت ملی کشور پنداشته میشه. لذا من فکر میکنم که در این قسمت موقف افغانستان هر کسی که در قدرت باشه، خود طالب باشه خود کسی دیگه، همین باید باشه که نباید ما اعمال نفوذ خارجی را قبول کنیم و یا که بگذاریم که عمال خارجی در داخل چوکات حکومتی یک کشور داخل شوند. ولی چیزی که مهم است این است که ما از خود چطور حکومت میسازیم، حکومتی که مشروعیت داشته باشه، حکومتی که جنبه ملی داشته باشه، حکومتی که به کار رسیدگی کرده بتانه، حکومتی باشه که ظرفیت داشته باشه، حکومتی که جوابگو و پاسخگو بوده باشه و بتانه که از طریق یک مکانیزمی به مردم خود حسابدهی بده. اینا همه چیزهای مهم است. اینا ما این چوکات چطور خود ما میسازیم برای افغانستان و این چوکات باز چطور با جهان مطرح میسازیم
که این حق مسلم مردم افغانستان است که چه نوع حکومت داری میخواین، به چی طریق، در چوکات چه نوع قانون اساسی. اینا همیش معیارهایی هست که به ما ارتباط میگیره و ما از این باید استفاده بکنیم به نفع کشور خود. بسیار زیاد تشکر سفیر زبکوی، فرصت گذاشته. تشکر از شما. از شما بیننده های عزیزم خیلی تشکر. تا این دم ما را همراهی کردین. وقت بخیر.